essentially the art form of the master herbalist. گیاهان دارویی پس از دوره‌ای کم توجهی به ویژه در کشورهای غربی حالا در مدار توجه برای تولید و مصرف قرار گرفتند. در انگلیس محبوبیت گیاهان دارویی کمتر از شماری از کشورهای اروپایی همچون آلمان، فرانسه و اتریشه، اما اقبال عمومی به اونها روز به روز در جهان بیشتر شده. دکتر میدلتون، رئیس انجمن گیاهان دارویی انگلیس: Because of our age and population, all Western society is looking. با بالا رفتن سن مردم، دولت‌های غربی شهروندانشون رو تشویق می‌کنن خودشون از خودشون مراقبت کنن. برای برطرف کردن عوارضی همچون سرماخوردگی، سرفه، سردرد، از گیاهان دارویی عرضه شده در فروشگاه‌ها استفاده کنن. با این کار دولت‌ها میتونن فشار بر شبکه بهداشت و درمان رو کم و بودجه‌شون رو صرف بیماری‌های جدی‌تر کنن. تا اوایل هزاره فعلی فروش گیاهان دارویی در انگلیس تابع ضوابط نبود و بر سلامت، کیفیت، میزان مصرف، مواد اولیه، چگونگی فراوری، بسته‌بندی، انبار و عرضه اون نظارتی صورت نمی گرفت. اما در پی تدوین مقررات اتحادیه اروپا درباره گیاهان دارویی، انگلیس هم از 10 سال پیش به اعمال این مقررات پرداخت. We now have a regulated marketplace. ما حالا یک بازار قانون‌گذاری شده برای عرضه گیاهان دارویی داریم. فقط گیاهان دارویی که مجوزهای لازم رو داشته باشن میتونن در فروشگاه‌ها عرضه بشن. البته نظارت بر فروش گیاهان دارویی فضای مجازی رو هم در بر می‌گیره. به گفته رئیس انجمن گیاهان دارویی انگلیس، حجم انبوه نتایج پژوهش‌های ایرانیان که در نشریات معتبر علمی جهان منتشر و یا در نشست‌های آکادمیک ارائه میشه، بیانگر پشتوانه غنی داروسازی در ایران. Companies from Iran. من تشویق میکنم شرکت‌های ایرانی رو برای تولید و عرضه محصولات گیاهی مرغوبشون در اروپا و در انگلیس. گزارش‌ها نشون میده از 8000 گونه گیاهان دارویی شناسایی شده در جهان 2300 گونه در ایران وجود داره، اما سهم کشورمون از حجم فروش گیاهان دارویی در جهان ناچیزه. رئیس انجمن گیاهان دارویی انگلیس معتقده تولید کنندگان ایرانی گیاهان دارویی از راه همکاری با یکی از شرکت‌های اروپایی و استفاده از مجوزهای اونها میتونن راه خودشون رو به بازار 28 کشور اروپایی باز کنن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.